با سلام خدمت شما و با درود به همه جوانان پرشور و قیام آفرین که پیشتاز مبارزه با آخوندهای پلید در خط اول اعتراضات و قیام سراسری حرکت میکنند و با همدلی با خانواده های عزیز شهدای قیام و با درود به همه کانونهای شورشی عزیزمون قتل کودک معصوم 10 ساله کیان پیرفلک از ایزه دل همه ما را به درد آورد، نه همه ایرانی ها بلکه هر انسانی که این ویدیوهای زیبا از یک کودک معصوم 10 ساله رو میدید دلش به درد آمد. رژیم آخوندی از ترس شل برتر شدن قیام در قتل کیان از خود سلب مسئولیت کرد و اون رو بر گردن تروریست ها انداخت. در اینجا باید اشاره بکنم که بزرگترین تروریست دنیا خود رژیم آخوندیه که بزرگترین کودک کش دنیا محسوب میشه. اینقدر مدتی نیست که در 2 آبان مونا نقیب 8 ساله در اثر اصابت گلوله به سرش توسط ماموران اطلاعات رژیم سراوان به قتل رسید. او هم معصومانه و بیگناه. این قتل کودکان خلاف همه قوانین پیشرفته، قوانین بین الملل و کنوانسیون حقوق کودک که در ماده شماره 6 اون اومده کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک رو برای زندگی به رسمیت میشناسند. بنابراین اگر معیار رو بر این بگیریم که از 197 کشور 196 کشور عضو سازمان ملل کنوانسیون حقوق کودک رو تصویب کردن، یعنی بیشتر از هر معاهده حقوق بشری دیگری به اهمیت مسئله کودک پی میبریم و به همون نسبت میشه تصور کرد که جنایاتی که بر کودکان صورت میگیره از اهمیتی در سطح بین الملل بر طبق معیارهای بین المللی برخوردارن. برابر این رژیم در رابطه با قتل کیان همه قوانین و معیارهای انسانی رو زیر پا گذاشته، به خصوص اینکه این کودکان بدون کوچکترین خطری علیه نظام این کارو کردن. به این مسئله اشاره میکنم چون در قانون ظالمانه جزای اسلامیش رژیم جرمهای آخوندساخته رو در اونجا گذاشته، مثل محاربه، مفسد فلعرض، علیه امنیت نظام، توهین به مقدسات، که سعی کرده با این کار جنایات خودش رو بر کودکان و به قتل رسوندن اونها در همین قیام سراسری مهر و آبان و از آبان 2 سال پیش تا آبان امسال توجیه بکنه. ولی در واقع با این کار خودش رو تبدیل به بزرگترین کودک کش دنیا کرده. هیچ چیز نمیتونه این جنایات رو توجیه کنه. هیچ مسئله نمیتونه این جنایات رو و این به قتل رسوندن ها رو توجیه بکنه. این در واقع قوانین عقب افتاده قرون وسطایی رژیم آخوندی هست که بر طبق معیارهای خودش سعی بر این داره، ولی امروز چهرش بر دنیا افشا شده. در اینجا اشاره میکنم که کیان کودک 10 ساله یا مونا کودک 8 ساله مطلق مسئولیت کیفری ندارن که معصومانه و کاملا بیگناه به قتل رسیدن. رژیم برای حفظ نظامش هیچ مرزی در جنایت نمیشناسه، ولی خودش هم میدونه که هیچ چیز دیگری نمیتونه جلوی سرنگونی رژیمش رو بگیره.